این خانه متبرک، نوشته جومپا لاهیری. اولین تکه را توی کابینت بالای اجاق گاز کنار یک بطری در بسته سرکه مالت پیدا کردند. توینکل وارد اتاق نشیمن شد. کارتون‌های بزرگ چسبدار سر تا سر اتاق را پر کرده بود. بطری را در یک دست و مجسمه چینی سفید مسیح را که تقریباً هم‌اندازی بطری سرکه بود در دست دیگرش تاب می‌داد. سانجیو روی زمین زانو زده بود و تکه چوب‌هایی را که از نوار چوبی دور کف اتاق کنده شده بود می‌چسباند. سرش را بالا آورد و به دست‌های توینکل نگاه کرد. گفت بیانداز دور. گفت کدام را؟ گفت هر دو را. گفت اما می شود با یک سرکه یک چیزی بپزم، درش که هنوز باز نشده. گفت تو تا حالا هیچ وقت با سرکه چیزی نپختی؟ گفتم خب از توی کتاب پیدا می کنم، یکی از همونهایی که سر عروسی هدیه گرفتم. سانجیو رویش را برگرداند و تکه چوبی را که دوباره افتاده بود سر جایش چسباند. گفت پس تاریخ مصرفش رو نگاه کن، در ضمن اون مجسمه احمقانه رو هم بیانداز دور. توینکل گفت اما شاید با ارزش باشه، از کجا معلوم؟ توینکل سر و تهش کرد، بعد با انگشت اشاره چینهای زیر لباس مجسمه رو دست کشید و گفت چه قشنگه. سانجیو گفت ما مسیحی نیستیم. تازگی ها متوجه شده بود که لازم است خیلی از مسائل بدیهی را به توینکل گوشزد کنند. حتی همین دیروز به او گفته بود که اگر به جای اینکه پایه میز را بلند کند، آن را روی میز بکشد، روی پارکت خط میافتد. توینکل شانه هایش را بالا انداخت و گفت نه، البته که ما مسیحی نیستیم، ما دو تا هندوی خوب و ملوسیم. بعد سر مجسمه را بوسید و آن را روی تاقچه شومینه گذاشت که به اعتقاد سانجیو حتما باعث گردگیری می شد. آخر هفته که رسید تاقچه شومینه هنوز پر از گرد و خاک بود و در عوض تبدیل شده بود به دکوری شلوغ و در همی از وسایل زینتی مرتب با انجیل مسیح. یک کارت پستال سه‌بعدی از قدیس فرانسیس که توینکل پشت قفسه داروها پیدا کرده بود، یک جا کلیدی صلیبی چوبی شکل که سانجیو هنگام نصب قفسه‌های اضافی در کتابخانه توینکل پایش روی آن رفته بود، یک تابلوی قاب شده رنگامیزی با اعداد که از 3 مرد فرزانه که روی پس زمینه مخمل مشکی چسبیده بود و آن را در لابلای ملافه پیدا کرد بودند و همینطور یک سپایه سفالی که داخل یکی از قفسه‌های ظروف چینی اتاق ناهارخوری جا مانده بود و روی آن تصویری از مسیح نقاشی شده بود که با موهای طلایی و صورت بدون ریش در بالای کوه مشغول موعظه بود آنجا بود. فردای آن روز همونطور که توینکل روی تاقچه برای ظرف گنبدی شکلی با مینیاتور صحنه میلاد مسیح جا باز می کرد، پرسید فکر می کنی صاحبخانه قبلی از آن مسیحی های دو آتیشه بوده؟ این را پشت لوله های ظرفشویی آشپزخانه پیدا کردم. سانجیو داشت جزوه های مهندسیش را به ترتیب حروف الفبا در کتابخانه می چید. هرچند که سالها بود دیگر نیاز نداشت به آنها مراجعه کند. پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه MIT از بوستون به کانکتیکات آمده بود و در شرکتی حوالی هارتفورد مشغول به کار شده بود. و اخیراً هم خبرهایی به گوشش رسیده بود مبنی بر اینکه ممکن است به معاونت شرکت منصوب شود. با 33 سال سن یک منشی شخصی و دست کم 12 کارمند داشت که تمام اطلاعات مورد نیازش را بلافاصله برایش تهیه می‌کردند. با این حال وجود کتاب‌های دانشکده در اتاقش یادآور دوران خوشی بود که هر روز عصر از پل خیابان ماساچوست رد می‌شد. در رستوران هندی مورد علاقه‌اش در آن طرف چارلز سفارش مرغ مغولی با اسفناج می‌داد و دوباره به خوابگاهش برمیگشت تا درس‌هایش را پاک نویس کند. توینکل متفکرانه ادامه داد یا شاید هم خواسته دین آدم‌ها را عوض کنه. سانجیو گفت اینطور که معلوم است این نقشه در مورد تو یکی خیلی خوب عمل کرده. توینکل بی‌اعتنا به حرفش گنبد شیشه‌ای را تکان داد و برف بالای استبل توی ظرف چرخید و به هم خورد. بعد خواهش کنان گفت سانجیو اصلا دلم نمیخواهد اینها را دور بیاندازم. معلوم است اینها برای آدم‌هایی که قبلا اینجا زندگی می‌کردند مهم بوده. فکر می‌کنم اگر اینها را بیاندازم توی سطل آشغال به مقدسات توهین کردم. سانجیو گفت اگر اینها اینقدر با ارزش بوده پس چرا با خودشان نبردن؟ چرا همه جا مخفیشان کردن؟ توینکل گفت باز هم باید باشد. با نگاه روی دیوارهای سفید چرک گشت. انگار چیزهایی هم پشت گچ دیوار مخفی شده بود. گفت فکر میکنی دیگر چه پیدا کنیم؟ اما در مدتی که کارتونها را باز میکردند لباسهای زمستانی را در کمدها جا میدادند و تابلوهای ابریشمی را با تصاویری از مراسم رژه فیلها که در ماه عسلشان از جیپور خریده بودند به دیوارها آویزان میکردند. چیز دیگری پیدا نکردند. توینکل مأیوس و پکر شده بود. تقریبا یک هفته بعد عصر سه‌شنبه بود که پشت شوفاژ اتاق خواب مهمانان پوستر آبرنگ لوله شده‌ای از مسیح پیدا کردند که تاج خاری روی سرش بود و قطره‌های اشک درشت و شفاف بر گونه‌اش می‌لغزید. سانجیو آن را با پشت دری اشتباه گرفته بود. توینکل سیگاری روشن کرد و گفت باید آن را یک جا آویزان کنیم که توی چشممان هم باشد. با لذت به سیگارش پک زد و آن را نزدیک صورت سانجیو مثل چوب رهبر ارکستر بالا و پایین می‌برد. ارکستری مثل سمفونی پنجم مالر، آهنگساز شهیر اتریشی که از استریوی طبقه پایین پخش می‌شد. سانجیو انگشتش را روی یکی از آن اشک‌های بادام زمینی شکل چهره مسیح زد و گفت ببین تا حالا این آتش‌آشغال‌های مقدس را توی اتاق نشیمن تحمل کردم اما این یکی را دیگر نمی‌گذارم توی خانه‌مان آویزان کنی. توینکل به او خیره شد. دود سیگار را آهسته از سوراخ‌های بینیش به شکل دو ستون آبی بیرون داد. بعد پوستر را آهسته لوله کرد و یکی از کشهای دور مچش را که معمولا موهای زبر و پرپشت و رگه‌دار حنایی‌اش را با آنها پشت سرش جمع می‌کرد دورش بست و گفت توی کتابخانه می‌چسبانم. اینجوری دیگر مجبور نیستی بهش نگاه کنی. سانجیو گفت پس مهمانی خونه تو چی؟ مهمان‌ها حتماً به همه اتاق‌ها سر می‌کشند. کلی از همکاران اداره را دعوت کردم. توینکل چشمهایش را گرد کرد. سانجیو متوجه شد و سمفونی مالر که حالا قطعه سومش پخش میشد با ضربه های تند سنج به نقطه اوجش رسیده بود. گفت خب آن را پشت در می چسبانم. اینطوری وقتی آنها توی اتاق را نگاه می کنند نمی بینندش. خوب شو؟ و با سیگار و پوستر از اتاق بیرون رفت. مقداری خاکستر سیگار روی زمین ریخته بود. سانجیو خم شد. آن را بین انگشت‌ها گرفت و داخل دست دیگرش که کاسه کرده بود ریخت. قطعه ملایم چهارم شروع شد. صبح سر میز صبحانه در نوشته‌های جلد CD خوانده بود که مالر با فرستادن دستنویس این قطعه برای همسرش از او خواستگاری کرده بود. در نوشته پشت CD آمده بود که با اینکه عناصری از تراژدی و تلاش و کشمکش در سمفونی پنجم مالر وجود دارد اما مجموعاً یک موسیقی برآمده از شادی و عشق است. سانجیو صدای سیفون توالت را شنید. توینکل داد زد که راستی اگر می‌خوای به مهمان‌ها خوش آمد بگویی روز مهمانی این آهنگو نذار. باشه؟ من که خوابم می‌گیره. سانجیو به دستشویی رفت تا خاکستر سیگارش را خالی کند. ته سیگار هنوز در کاسه توالت بالا و پایین می‌رفت. سیفون داشت پر می‌شد و سانجیو مجبور بود برای دوباره کشیدن آن صبر کند. در آینه قفسه دارو موج‌های بلند خودش را نگاه کرد. هر وقت توینکل میخواست سر به سرش بگذارد میگفت موجهایش دخترانه است. برخلاف هیکل متوسطش گونه های گرد و پری داشت و همیشه از این نگران بود که این گونه ها در کنار آن موجه های بلند از متانت چهره او بکاهند. قد نسبتاً کوتاهی داشت و همیشه آرزو میکرد کاش فقط چند سانتی متر بلندتر بود. برای همین هم وقتی توینکل مصرانه کفش‌های پاشنه بلند می‌پوشید عصبانی می‌شد. چند شب پیش که با هم در منهتن شام خورده بودند، توینکل باز از همون کفش‌ها پوشیده بود. اولین تعطیلی آخر هفته بود که در خانه جدیدشان می‌گذراندند. تا آن وقت تاقچه بالای شومینه تقریباً پر شده بود و آنها توی اتومبیل در این مورد مشاجره کرده بودند. اما بعد که به یک باره بی نام و نشان در آلفابت سیتی رفته بودند و توینکل 4 تا گیلاس ویسکی خورده بود، موضوع به کلی فراموششان شده بود. توینکل سانجیو را به کتاب فروشی کوچکی در محله سن مارک کشانده بود و نزدیک به 1 ساعت کتابها را ورق زده بود. وقتی هم که از کتاب فروشی بیرون آمده بودند، با اصرار جلوی چشم غریبه ها در پیاده رو با سانجیو تانگو رقصیده بود. بعد هم خود را تلو تلو خوران با آن کفش‌های جیجیر پلنگی و پاشنه 7 سانتی در حلقه های بازوی سانجیو تا پارکینگ میدان واشنگتن کشانده بود. سانجیو به خاطر داستان‌های زیادی که از سرقت در منهتن شنیده بود به اجبار اتومبیل را در پارکینگ گذاشته بود. در راه برگشت به خانه وقتی سانجیو به او گفته بود که کفش‌هایش راحت و مناسب به نظر نمی‌رسد و بهتر است دیگر آنها را نپوشد، توینکل با ناراحتی جواب داده بود که اما من که زیاد نمی‌پوشمشان، معمولاً تمام روز پشت میز می‌نشینم. سانجیو دیگر بحث را ادامه نداده بود، ولی می‌دانست که او تمام روز را پشت میز نمی‌نشیند. مثلا عصر همان روز وقتی به خانه برگشته بود، توینکل بی دلیل در رخت خواب دراز کشیده بود و کتاب می‌خواند. سانجیو پرسیده بود چرا وسط روز دراز کشیده و او هم گفته بود چون حوصله‌اش سر رفته است. سانجیو دلش می‌خواست به او بگوید خب می‌توانستی چند تا کارتون و چمدان خالی کنی، می‌توانستی اتاق زیر شیروانی را تمیز کنی، می توانستی ریختگی لب پنجره دستشویی را رنگ بزنی و بعدش هم به من بگویی که حواسم باشد دستم بهش نخورد. ولی این چیزها اصلا برای توینکل اهمیتی نداشت. انگار به هم ریختگی و پخش و پلا بودن خانه برایش اصلا مهم نبود. به نظر می رسید به هر لباسی که جلوی کمدش پیدا می کرد و هر مجله‌ای که روی زمین می دید و یا از هر ترانه و آهنگی که از رادیو پخش می شد راضی و قانع و در این حال کنجکاو و دقیق. چند روز بعد وقتی سانجیو از سر کار برگشت، توینکل را دید که سیگار میکشد و در آرامش کامل با یکی از دوستانش در کالیفرنیا صحبت میکند. ساعت هنوز 5 نشده بود و نرخ مکالمات راه دور در بالاترین حد ممکن بود. توینکل میگفت آدمهای خیلی مقدسی بودند. انگار توی جزیره گنج هستیم. هر روز در جستجوی گنج، جدی میگویم، هر چند لحظه یک بار مکسی میکرد و دود سیگارش را بیرون میداد. گفت اصلا باورت نمیشود نه؟ روی پریزهای اتاق خوابها منظرهایی از قصه های انجیل بود، کشتی نوح و از این جور چیزها. 3 تا اتاق خواب دارد که یکیشان را اتاق کار کردم. 1-2 روز پیش سانجیو رفت ابزار فروشی و همهشان را با پریزهای نو عوض کرد. باورت میشود؟ همه ایشان را یکی یکی عوض کرد. حالا نوبت دوستش بود که حرف بزند. توینکل سر تکان داد. شلوار رکابی مشکی و بلوزی با نوارهای مخملی پوشیده بود. روی زمین جلوی یخچال خم شد و دنبال فندکش گشت. بوی معطری از آشپزخانه می آمد. سانجیو با احتیاط از روی سیم تلفن که بیش از حد دراز بود و روی کاشی‌های قهوه‌ای آشپزخانه در هم گره خورده بود رد شد. در قابلمه روی اجاق را برداشت. سوپ قرمزی که به قهوه‌ای میزد در حال جوشیدن بود و از کناره‌های در قابلمه قطره قطره میچکید. توینکل حرف دوستش را قطع کرد. بشکنی زد و گفت با ماهی درستش کردم، سرکه هم ریختم. ببخشید چی میگفتی؟ ذاتاً همینطور بود. چیزهای کوچک هیجان زده و خوشحالش میکرد. قبل از هر کار غیرقابل پیشبینی مثل چشیدن طعم یک جور بستنی جدید یا انداختن نامه در صندوق پست بشکن میزد. سانجیو نمیتوانست اینجور احساسات را درک کند و برای همین هم احساس حماقت میکرد. انگار دنیا شگفتی های پنهانی داشت که او نمیتوانست آنها را بفهمد یا ببیند. به صورت توینکل نگاه کرد. هنوز بعضی حالتهای کودکانه در چهرهش دیده میشد. چشمهایش آرام و راحت بود و خطوط چهره جذاب و دوست داشتنیش به نظر خام و بچگانه میآمد. اسم توینکل را از روی یکی از شعرهای کودکانه برای خودش انتخاب کرده بودند. منظور شعر کودکانه است که با توینکل توینکل لیتل استار، یعنی چشمک بزن چشمک بزن ستاره کوچولو، شروع می شود. توینکل یعنی چشمک. هنوز هم دلخوشی های کودکانش را داشت. حالا در دومین ماه ازدواجشان چیزهایی بود که سانجیو را آزار می داد. مثلا بعضی وقتها در حین حرف زدن کف دستش را با آب دهان تر می کرد، یا شبهایی که زیر پوشش را در می آورد به جای آن که در سبد لباس ها بگذارد پای تخت خواب می انداخت. فقط 4 ماه قبل بود که با هم آشنا شده بودند. خانواده توینکل در کالیفرنیا زندگی می کردند و خانواده سانجیو در کلکته. اما دوستی دیرینه‌ای با هم داشتند و از دو سوی دنیا ترتیب آشنایی توینکل با سانجیو را داده بودند. وقتی سانجیو برای کاری به پالو آلتو رفته بود، خانواده توینکل در جشن تولد 16 سالگی دختر یکی از دوستانشان دعوتش کرده بودند. سانجیو و توینکل در رستوران پشت میزی با صفحه گردان که رویش غذاهای مختلف و جوجه کباب بود، تصادفاً کنار هم نشسته بودند. یکی از آنها گفته بود همه آن غذاها یک مزه می‌دهد و دیگری هم تصدیق کرده بود. بعد هم از دوران بچگیشان حرف زده بودند و دیده بودند که هر دو به رمان‌های وودهاوس علاقه دارند و از سیتار هم بدشان می‌آید. بعدها توینکل اعتراف کرد که آن شب مجذوب ادب و صداقت سانجیو شده بود و اینکه در حین گفتگو آنقدر مؤدبانه فنجان چای او را پر می‌کرد. و به این ترتیب تلفن‌ها شروع شد و کم کم طولانی‌تر. بعد هم سرزدنها، اول سانجیو به استنفورد، بعد توینکل به کانکتیکات رفت و سانجیو ته‌سیگاری های مچاله توینکل را تا ملاقات بعدی او در زیر سیگاری نگه می داشت. پیش از آن بدن توینکل آپارتمان را جاروبرقی می کشید، ملافه ها را می شست و حتی برگ های گلدان ها را هم پاک می کرد. توینکل 27 سالش بود و سانجیو فهمیده بود شوهر سابقش که در آرزوی هنرپیشگی ناکام مانده به تازگی طلاقش داده بود. سانجیو مجرد بود، با درآمدی بسیار بیشتر از مخارج یک مرد مجرد. هیچ وقت عاشق نشده بود و دوست دختری هم نداشت. به اصرار خانواده هایشان در هندوستان ازدواج کردند. مراسم عروسی در یک چادر بزرگ قرمز و نارنجی در خیابان ماندویل برگزار شده بود، با حضور صدها دوست و فامیل که سانجیو بعضی از آنها را از زمان کودکیش به خاطر می آورد. سقف چادر را پر از ریسه های چشمکزن کریسمس کرده بودند و باران آگوست مدام و بیوقفه می بارید. نیم ساعت بعد، همونطور که توینکل داشت دستمالها را تا میکرد و کنار بشقابهای غذا میگذاشت، سانجیو پرسید: اتاق زیر شیروانی را تمیز کردی؟ توینکل قابلمه پر از بخار را روی سپایه فلزی تندیس مسیح گذاشت و گفت: نه، هنوز نه، ولی قول میدهم. بفرمایید، امیدوارم خوشمزه شده باشد. روی میز کمی نان ایتالیایی در یک سبد کوچک، سالاد کاهوی یخکوهی با هویج رنده شده و سس و 2 گیلاس نوشیدنی بود. توینکل زیاد برای آشپزخانه و آشپزی وقت نمیگذاشت. معمولا از سوپرمارکت گوشت جوجه کبابی آماده میخرید و آنها را با سالاد سیب زمینی که در قوطی‌های پلاستیکی کوچکی فروخته میشد و تاریخ مصرفش اصلا معلوم نبود سر میز می‌آورد. می گفت غذاهای هندی دردسر دارد، از خرد کردن سیر و پوست کردن زنجبیل بیزار بود و بلد نبود با سبزی خرد کن کار کند. برای همین سانجیو همیشه آخر هفته با روغن خردل، دارچین و حبه های سیر یک خورش کاری درست میکرد و آنها با هم میخوردن. با وجود این لازم بود اعتراف کند چیزی که امروز توینکل پخته برخلاف انتظارش به طرزی غیر عادی خوشمزه و خوشرنگ و لعاب شده است. تکه های چارگوش و سفید ماهی، جعفری خرد شده و گوجه فرنگی های تازه‌ای که در سوپ برق میزنند واقعا خوشمزه بودند. گفت چطوری این را درست کردی؟ توینکل گفت از خودم ساختم، سرهم بندی کردم. گفت منظورت چیست؟ گفت همینجوری یک سری چیز میز رو تو قابلمه انداختم، آخر سر هم سرکه مالت غنیمتی که داشتیم را رویشان ریختم. گفت چقدر سرکه ریختی؟ توینکل شانه هایش را بالا انداخت، تکه نان کند و در کاسه سوپش انداخت. سانجیو گفت منظورت چیست که نمیدانی؟ باید مقدارش را یادداشت کنی، اگر باز مجبور شوی برای یک مهمانی دوباره این را بپزی چه؟ توینکل روی سبد نان را با حوله ظرف‌ها پوشاند. سانجیو تازه متوجه شد که روی حوله متن 10 فرمان چاپ شده. توینکل لبخندی به سانجیو زد و از زیر میز زانویش را فشار داد. گفت بابا جان من قبول کن، این خانه متبرک است. قرار بود مهمانی خانه نو آخرین شنبه اکتبر برگزار شود، با 30 نفر مهمان که همه جزو آشنایان سانجیو بودند. تعدادی از دوستان اداره و تعدادی هم از زوجهای هندی. در محدوده کانکتیکات که خیلی هاشان را سانجیو زیاد نمی شناخت، اما آنها او را در ایام مجردیش همیشه برای مهمانی های شام یک شنبه دعوت می کردند. سانجیو نمی دانست چرا آنها او را در جمع خودشان می پذیرفتند. وجه اشتراک زیادی با آنها نداشت، اما همیشه در مهمانی‌هایشان حضور می‌یافت. در گپ و گفت‌ها شرکت می‌کرد و همراهشان غذاهای مختلف هندی مثل نخودهای تند و پر ادویه یا کتلت‌های میگو می‌خورد. هیچ کس هنوز توینکل را ندیده بود، چون سانجیو دلش نمیخواست تعطیلات کوتاه آخر هفته را که توینکل نزدش میآمد با آدمهایی که در تنهایی به سراغشان میرفت تقسیم کند. توینکل غیر از سانجیو و یکی از دوست پسرهای قدیمیش که در یک آتلیه سفالگری در بروکفیلد کار میکرد کس دیگری را در کانکتیکات نمیشناخت. او مشغول نوشتن پایان نامه فوق لیسانسش در دانشگاه استنفورد بود، در مورد یک شاعر ایرلندی که سانجیو حتی اسمش را هم نشنیده بود. سانجیو پیش از آن که برای مراسم عروسی به هند برود خودش آن خانه را پیدا کرده بود و به قیمت خوبی خریده بود. خانه دیوار به دیوار یک مؤسسه آموزشی معتبر بود. پله‌های قوسدار زیبا و ظریف، اتاق آفتابگیر مشرف به باغچه پرگل و شماره پلاک برنجی 22 که تصادفاً رقم روز تولدش هم بود و روی نمای سبک تئودور خانه جلوه نمایی می‌کرد دلش را برده بود. خانه 2 شومینه، پارکینگی با ظرفیت 2 اتومبیل و یک اتاق زیر شیروانی داشت که به گفته مسئول آژانس املاک در صورت لزوم میشد آن را به یک اتاق خواب اضافی تبدیل کرد. سانجیو کاملا مصمم شده بود که خانه را بخرد. به همین دلیل نقاشی های قصه های انجیل روی پریز های برق یا عکس برگردان های مریم مقدس روی شیشه پنجره اتاق خواب اصلی خانه هیچ کدام نتوانسته بود نظرش را عوض کند. چند روز قبل وقتی داشت آنها را از شیشه میکند روی شیشه خش افتاده بود. تعطیلات آخر هفته پیش از مهمانی مشغول رسیدگی و تمیز کردن چمن باغچه بودند که سانجیو با شنیدن صدای جیغ توینکل به طرفش دوید. شنکش را محکم در دست گرفته بود، نگران از اینکه توینکل حیوان مرده یا ماری دیده باشد. باد خنک اکتبر نوک گوشهایش را می‌سوزاند. توینکل پشت بوته انبوه و پربشت یازهای زرد روی چمن افتاده بود و روی لبهایش لبخندی ثابت مانده بود. کنارش یک مجسمه گچی از مریم مقدس بود که تقریباً نیم متر قد داشت و روی سرش یک روسری آبی نقاشی شده بود، مثل یک عروس هندی. توینکل بلند شد و با لبه تیشرتش شروع کرد به پاک کردن لکه روی پیشانی مجسمه. سانجیو گفت حتما این را میخواهی کنار تخت خواب من بگذاری ها؟ توینکل هاج و واج نگاهش کرد. سفیدی شکمش معلوم بود و سانجیو دید پوست دور نافش دانه دانه شده. گفت منظورت چیست؟ معلوم است که نمیتوانیم توی اتاق خواب بگذاریمش. سانجیو گفت جدی؟ توینکل گفت خب آره سانج کله پوک من، این مال بیرون خونه است، روی چمن جلوی باغچه. سانجیو گفت خدای من نه توینکل نه. گفت حتما باید بگذاریم وگرنه بدیومنی دارد، مگر نمیدانی؟ گفت همسایه ها فکر میکنن دیوانه شدیم. توینکل گفت چرا؟ چون مجسمه مریم مقدس را روی چمن گذاشته ایم؟ نصف همسایه ها خودشان از همینها دارند، مگر ندیدی؟ سانجیو گفت ولی ما که مسیحی نیستیم. توینکل گفت حالا هی بگو. توینکل با نوک انگشتش یه تف کرد و محکم اون رو روی لکه چانه مریم مالید. گفت فکر میکنی لکه است یا از این قارچهای باغچه؟ میشناختش و حالا هم که زنش بود و زندگیش را با او شریک شده بود. با احساس خفیفی از تأسف به یاد عکس‌هایی افتاد که مادرش از کلکته میفرستاد. عکس‌هایی از دختران دم بخت که بلد بودند آواز بخوانند، خیاطی کنند و بدون احتیاج به کتاب آشپزی عدسی‌های پر ادویه و خوشمزه بپزند. سانجیو آنها را یکی یکی با دقت نگاه کرد و برای خودش اولویت بندی کرده بود. اما بعد با توینکل آشنا شده بود. سانجیو گفت توینکل من نمیخواهم همکارانم این مجسمه را روی چمن خانه ببینند. توینکل گفت کسی حق ندارد تو را به خاطر اعتقاداتت اخراج کنند. سانجیو گفت مسئله این نیست. توینکل گفت چرا اینقدر برایت مهم است که دیگران چی فکر میکنند؟ سانجیو گفت توینکل خواهش میکنم. سانجیو خسته شده بود. توینکل داشت مجسمه را به طرف یک تیر چراغ برقی که در حاشیه پیاده‌روی آجری بود میکشاند. سانجیو وزنش را روی شنکش انداخت و نگاهش کرد. توینکل گفت سانج نگاه کن واقعا قشنگ است. سانجیو به طرف برگ‌هایی که کپه کرده بود رفت و آنها را مشت مشت داخل کیسه زباله ریخت. به آسمان آبی و بی ابر بالای سرش نگاهی انداخت. یکی از درخت‌های باغچه هنوز پر از برگ‌های قرمز و نارنجی بود، به رنگ همان چادری که در آن به عقد توینکل در آمده بود. نمیدانست آیا واقعا عاشق توینکل هست یا نه. اولین باری که توینکل از او پرسیده بود با اطمینان جواب داده بود. کاملا به خاطر داشت. یک روز عصر در پالو آلتو بود، در یک سالن سینمای تاریک و تقریبا خالی. فیلم هنوز شروع نشده بود. یکی از آن فیلم‌های مورد علاقه توینکل به زبان آلمانی که برای سانجیو بیش از حد خسته کننده بود. توینکل نوک بینیش را روی بینی او فشار داده بود، طوری که سانجیو حتی لرزش موجه‌های ریمل مالیده‌اش را حس می‌کرد. سانجیو آن روز جواب داده بود که بله، عاشق توینکل است. و توینکل هم با خوشحالی یک تکه پاپکورن گذاشته بود در دهان سانجیو و انگشتش را بین لب‌های او نگه داشته بود، انگار برای این پاسخ به او جایزه میداد. توینکل از احساس خودش به او چیزی نگفته بود. با این حال سانجیو پیش خودش فکر کرده بود که حتما توینکل هم عاشق او است، اما حالا دیگر مطمئن نبود. سانجیو هنوز هم واقعا نمیدانست عشق یعنی چه، ولی این را میفهمید که احساسش نسبت به توینکل عشق نیست. شب‌هایی که مؤدبانه و با وقار از مهمانی‌های آخر هفته بیرون می‌آمد، با وجود آنکه می‌دید بقیه مردها بازوهایشان را دور کمر همسر یا دوست دخترشان حلقه می‌کنند و هر چند لحظه یک بار خم می‌شوند و شانه و گردن آنها را می‌بوسند، راضی از تنهایی خود به آپارتمانش برمیگشت. برای خودش در کشوی کابینت قاشق و چنگال اختصاصی داشت و همیشه خلوت و سکوت را ترجیح میداد. در یکی دو ماه مانده به آشنایی با توینکل کم کم متوجه شده بود که از جهت مالی هیچ مشکلی ندارد. از روی کاتالوگ سیدی ها به ترتیب آثار آهنگسازان مورد علاقه اش را انتخاب می کرد، سفارش پستی می داد و پول آنها را هم به موقع می پرداخت. مادرش که اول هر ماه تلفنی با او صحبت می کرد می گفت تو دیگر به اندازه کافی پول داری، آنقدر که حتی می توانی 3 تا خانواده را به خوبی اداره کنی، دیگر باید زن بگیری. احتیاج داری به همسری که از او مراقبت کنی و دوستش داشته باشی. و حالا او ازدواج کرده بود با یک همسر زیبا از خانواده خوب و شایسته که به زودی فوق لیسانسش را هم می گرفت. دیگر چه اشکالی وجود داشت؟ چرا هنوز عاشق نبود؟ آن شب سانجیو در طول بخش اول اخبار 2 لیوان جین و سودا خورد و توینکل در حمام بود. گفته بود دست و پایش به علت کار در باغچه درد می کند. گفته بود تا حالا از این کارها نکرده بودم. سانجیو بدون در زدن وارد حمام شد. توینکل همونطور که در وان پر از کف معطر دراز کشیده بود و یک ماسک آبی گیاهی روی صورتش بود، سیگار میکشید و جرعه جرعه بوربون مینوشید. بوربون نوعی نوشیدنی است که در جنوب ایالات متحده به عمل میآید و دست کم 51% ماده اولیه‌اش ذرت است. هر چند لحظه یک بار هم کتاب قطور جلد شومیزی را که صفحاتش تاب برداشته بود و خاکستری شده بود ورق می‌زد. سانجیو نگاهی به جلدش انداخت. روی آن با حروف قرمز پررنگ فقط کلمه اشعار چاپ شده بود. نفس بلندی کشید و به آرامی به توینکل اطلاع داد که تصمیم دارد بعد از خوردن نوشیدنیش مریم مقدس را از جلوی باغچه بردارد. توینکل با چشمهای بسته و با حالتی رویایی پرسید بعد آن را کجا میگذاری؟ یکی از پاهای کشیده و ظریفش از زیر کف بیرون آمده بود. عضلاتش را جمع و انگشت‌های پاهایش را باز و بسته کرد. گفت فعلا میخواهم توی گاراژ بگذارم ولی فردا صبح سر راه اداره توی سطل زباله میاندازمش. گفت تو هیچ وقت این کارو نمی‌کنی. توینکل بلند شد. کتاب افتاد توی آب. از کنار زانوهایش حبابهای آب و کف می چکید. چشمهایش را بست و داد زد که از تو بدم می آید. با عجله حوله حمامش را پوشید. بندش را محکم دور کمرش گره زد و از پله ها پایین دوید. جای پای خیسش روی پارکت ماند. سانجیو بلند گفت می خواهی همینطوری از خانه بزنی بیرون؟ شقیقه هایش تیر کشید. صدای جیغالودش برای خودش ناآشنا بود. گفت برای کی اهمیت دارد که من چطوری از این خانه بیرون می روم؟ سانجیو گفت میخواهی این وقت شب کجا بروی؟ توینکل گفت نمی توانی تو آن مجسمه را دور بندازی، من نمیگذارم. ماسک صورتش مثل خاکستر خشک شده بود و آب از لای موهایش روی خطوط چهرهش می چکید. سانجیو گفت چرا نمیتوانم؟ میکنم. توینکل گفت نه. صدایش ناگهان آرام شد. گفت این خانه مال ماست. مال هر دوی ما. مجسمه جزو دارایی ماست. لرزش گرفته بود. حلقه کوچکی از آب پایین پایش جمع شده بود. سانجیو ترسید توینکل سرما بخورد. رفت پنجره را بست. بعد متوجه شد بعضی از قطره‌های آب که از صورت خیس و ماسیده توینکل میچکد اشک است. سانجیو گفت توینکل خواهش میکنم، منظوری نداشتم. تا به حال ندیده بود توینکل گریه کند یا حتی غمی در چشمایش موج بزند. توینکل رویش را بر نگرداند، حتی سعی نکرد اشکش را متوقف کند. به نحو غریبی آرام بود و صلح آمیز شده بود. برای چند لحظه پلکایش را روی هم گذاشت. پلکا در کنار ماسک آبی صورتش پریده رنگ و بی‌حفاظ به نظر می رسیدن. سانجیو احساس بدی پیدا کرده بود، مثل وقتهایی که شکمش کاملا خالی بود یا بیش از حد پر بود. توینکل به طرفش رفت. دستها را دور گردن سانجیو حلقه کرد، سرش را روی سینهش گذاشت و آرام گریه کرد. حوله و دستهایش خیس بود. پیراهن سانجیو هم خیس شده بود. ماسک روی شانه‌هایش پوس پوس شده بود. سرانجام قرار شد مجسمه را در تورفتگی دیوار کنار خانه بگذارند. اینطوری برای رهگذران قابل مشاهده نبود، ولی کسانی که می‌خواستند وارد خانه شوند آن را می‌دیدند. فهرست غذاهایی که باگس برای مهمانی‌ها تهیه می‌شد کاملا روشن و مشخص بود. شامپاین و شیرین پلو با مرغ که قرار بود رویش را با بادام و خلال پوست پرتقال تزیین کند. روز مهمانی پختن شیرین پلو بیشتر وقت سانجیو را گرفت. تا به حال از آن همه مهمان پذیرایی نکرده بود. از ترس اینکه نوشیدنی کم بیاید وسط آشپزی رفته بود تا یک صندوق شامپاین اضافی بخرد. برای همین هم یکی از قابلمه‌های برنج سوخته بود و او مجبور شده بود دوباره پلو بپزد. توینکل اتاقها را جارو کشید و داوطلب خرید سمبوسه شد. به هر حال که دارم میروم آرایشگاه، رستوران هندی هم که سر راه هم است. این را گفت و رفت. سانجیو تصمیم داشت از توینکل خواهش کند که فقط برای مهمانی تاقچه بالای شومینه را خالی کند. اما در مدتی که رفته بود دوش بگیرد، توینکل از خانه بیرون رفته بود. توینکل حدود 3 ساعت بعد آمد. برای همین دلیل سانجیو مجبور شد بقیه نظافت خانه را شخصاً انجام دهد. حدود ساعت 5:30 عصر تمام خانه تمیز شده بود. شمع‌های معطری که توینکل از هارتفورد خریده بود روی شومینه روشن بود و بوی عودها که در گلدانها فرو شده بود خانه را به تدریج پر می‌کرد. هر بار سانجیو از کنار شومینه رد می‌شد، قیافش هم در هم می‌رفت. از این می‌ترسید که مهمان‌ها با دیدن قدیس‌های سفالی که زیر نور شمع می‌لرزیدند تعجب کنند و ابرو بالا بیاندازند. با این حال امیدوار بود آنها در حال نوشیدن شامپاین و خوردن سمبوسه توجهشان به پنجره‌های درون فرو رفتگی دیوارها، پارکت براق کف اتاقها، پلکان مارپیچی و با شکوه خانه و روکش چوبی پایین دیوارها هم جلب شوند. داگلاس، یکی از مشاورین جدید شرکت، و دوست دخترش نورا اولین مهمان‌هایی بودند که آمدند. هر دو بلندقد و بلند بودند، با عینک‌های قاب سیمی شبیه هم و اوورکوت‌های بلند مشکی. کلاه سیاه نورا پرهای نازک و نکتیزی داشت که با زاویه‌های تیز چهرهش کاملا هماهنگ بود. او دست در دست داگلاس یک بطری کنیاک به توینکل داد که با روبان قرمزی تزیین شده بود. داگلاس گفت: سانجیو، باغچه فوق‌العاده‌ای داری. و رو کرد به نورا. گفت: عزیزم، ما هم باغچه را باید خودمان تمیز کنیم. بعد به توینکل نگاه کرد و گفت: فکر میکنم ایشان هم خانومه. سانجیو گفت: همسرم تانیماست. توینکل گفت: توینکل صدایم کنید. نورا با تعجب گفت: چه اسم جالبی. توینکل شانه بالا انداخت و گفت: زیاد هم جالب نیست. هنرپیشه‌ای در بمبئی هست که اسمش دیمپل است. تازه خواهرش هم اسمش سیمپل است. داگلاس و نورا همزمان ابروهایشان را بالا انداختند و سر تکان دادند، انگار می‌خواستند عجیب بودن این اسما را حذف کنند. گفتند: از ملاقاتت خوشبختیم توینکل. توینکل گفت: از خودتان با شامپاین پذیرایی کنید. یک صندوق پر توی انبار هست. داگلاس پرسید: امیدوارم از سوالم ناراحت نشوید. من مجسمه بیرون در را دیدم. ببینم شماها مسیحی هستید یا هندو؟ سانجیو گفت: البته مسیحی هم در هندوستان هست، ولی ما هندویی. نورا گفت: چه لباس قشنگی پوشیدی توینکل. توینکل گفت: شما هم کلاهت خیلی قشنگ است. دوست دارید خانه را ببینید؟ زنگ در چند بار دیگر به صدا درآمد و در عرض چند دقیقه خانه از مهمانهای جدید، خوشوبشهای دوستانه و عطر و اتکلانهای ناآشنا پر شد. زنها با کفش‌های پاشنه بلند و جوراب شلواری‌های نازک و لباس‌های کرپ کوتاه و مشکی مانتوها و کت‌هاشون را به سانجیو تحویل می‌دادند و او با دقت و احتیاط روی جالباسی‌های کمد آویزان می‌کرد. ساری‌های زن‌های هندی ملیل دوزی طلایی شده بودند و بسیار زیبا و جذاب بودند. مردها کراوات داشتند و افترشیوهای میوه‌ای به خود زده بودند. مهمان‌ها وارد سالن می‌شدند و هدیه‌ها روی میز چوب گیلاس که از یک سر سالن طبقه پایین تا سر دیگرش امتداد داشت انباشته می‌شد. سانجیو از اینکه میدید تمام هدیه‌ها برای او، خانه و همسرش بود و مهمان‌ها اینقدر برایشان اهمیت قائل شده بودند تعجب کرده بود. تنها یک دفعه دیگر و آن هم روز عروسیش مشابه این اتفاق را دیده بود. اما این با آن فرق داشت، چون اینها همه دوستانی بودند که خیلی سطحی میشناختشان و از این نظر هیچ تعهدی نسبت به آنها نداشت. همه به او تبریک گفتند. لستر یکی از همکارانشان پیش بینی کرد که سانجیو حد اکثر تا 2 ماه دیگر به معاونت شرکت منصوب می شود. مهمانها سمبوسه می‌خوردند و وظیفه شناسانه در و دیوارها، سقف‌های تازه رنگ شده، گلدان‌های آویزان از سقف و پنجره‌ها و تابلوهای نقاشی ابریشمی جیپور را تحسین می‌کردند. اما بیش از هر چیز توینکل را می‌ستودند و کامیز یقه گرد و گلدوزی شده خرمالویی رنگی را که به تن داشت از گردنبند چسمان مروارید که یاقوت کبود و درشتی وسطش بود تعریف می‌کردند و به ذوق و سلیقه‌اش برای تاج ظریفی از گل سرخ که روی سرش گذاشته بود آفرین می‌گفتند. در میان موسیقی جاز پرهیاهویی که به انتخاب توینکل پخش میشد، حلقه بزرگی دورش زده بودند و با اشتیاق به حرفها و اظهار نظرهایش گوش میدادند و میخندیدند. سانجیو ظرفها را با سمبوسه‌های گرم روی اجاق پر میکرد. توی گیلاس مهمانها یخ میانداخت. در بطری شامپاین را باز میکرد و گهگاه برای چندمین بار توضیح میداد که مسیحی نیست. توینکل آنها را با چند گروه تقسیم کرد. آنها را از پلکان مارپیچی بالا و پایین برد و باغچه‌های حیاط پشتی و اتاق‌های مختلف را نشانشان داد. یک بار هم که با سانجیو روبرو شد، همانطور که از کنارش می‌گذشت دستش را روی شانه او گذاشت و پیروزمندانه گفت: دوستانت از پوستر توی کتابخانه خیلی خوششان آمده. سانجیو به آشپزخانه رفت. کسی در آنجا نبود. از دیس روی کابینت یک تکه مرغ برداشت و دهانش گذاشت و چون میدانست کسی او را نمیبیند یک تکه دیگر هم خورد. بعد بطری جین را برداشت و سر کشید. سانیل که پزشک متخصص بیهوشی بود همانطور که از بشقابش غذا میخورد وارد آشپزخانه شد و گفت: عجب خانه ای، عجب برنجی، باز هم شامپاین هست؟ پرابال که پشت سرش می آمد اضافه کرد: پسر، همسرت عجب تیکه‌ای است. او استاد فیزیک دانشگاه ییل بود و هنوز ازدواج نکرده بود. سانجیو لحظه‌ای با بی‌تفاوتی نگاهش کرد، بعد سرخ شد. یادش آمد شبی در یک مهمانی شام پرابال گفته بود که سوفیا لورن تیکه نابی است. پرابال پرسید: خواهر ندارد؟ سانیل یک دانه کشمش از داخل دیس برنج برداشت و پرسید: ببینم فامیلیش لیتل استار نیست؟ هر دو زدند زیر خنده و با قاشق‌های یک بار مصرف شروع کردند به خوردن برنج از توی دیس. سانجیو به انباری رفت تا چند بطری نوشیدنی بیاورد. برای چند لحظه همانطور که صندوق شامپاین را در بغل داشت در سکوت سرد و مرطوب انباری بی حرکت ایستاد. مهمانی درست بالای سرش در جریان بود. بعد از مدتی بالا آمد و بطری‌ها را روی میز غذاخوری چید. شنید که توینکل در اتاق نشیمن به مهمانها میگوید که بله، کلی چیز، همه جای خانه بودند، توی عجیب و غریب ترین جاها پیدایش میکردیم. راستش هنوز هم داریم میگردیم و هنوز هم چیزهای جدید پیدا میکنیم. گفتند نه. گفت چرا، هر روز در جستجوی گنج خیلی کیف میدهد. خدا میداند از این به بعد دیگر چی پیدا میکنیم. و به این ترتیب شروع شد. همه مهمانها انگار بر اساس یک قول و قرار ناگفته همه با هم شروع کردن به گشتن. کمدها و قفسه‌ها را باز می‌کردند، زیر صندلی‌ها و بالش‌ها را نگاه می‌کردند. پشت پرده‌ها را دست می‌کشیدند، کتاب‌ها را از قفسه‌ها در می‌آوردند. گروه گروه با شور و حرارت این طرف و آن طرف می‌رفتند. گهگاه می‌زدند زیر خنده و از پله‌ها بالا و پایین می‌رفتند. توینکل ناگهان گفت: راستی ما هنوز اتاق زیرشیوانی را نگشتیم. همه دنبالش را افتادند. گفتند چطوری باید برویم بالا؟ گفت از توی راه رو. یک نردبان فنری آنجا است که از بالا باز می شود و به زیر شیروانی راه دارد. سانجیو با بیمیلی پشت سر آنها رفت تا جایی نردبان را نشانشان بدهد. اما توینکل خودشان را پیدا کرد و فریاد زد: اورکا! اورکا کلمه یونانی به معنی یافتم است. همان کلمه‌ای که ارشمیدس پس از کشف قانون مایعات در حمام می‌دوید و فریاد می‌زد. داگلاس زنجیر آزاد کننده نردبان را کشید. کلاه پردار نورا روی سرش بود و از صورتش گل انداخته بود. همه مهمانها میخواستند بالا بروند. مردها به زنها کمک میکردند تا پاها را با کفشهای پاشنه بلندشان روی پله‌های باریک نردبان بگذارند. زنهای هندی سر راههای ساریهای گران قیمتشان را توی کمربندها فرو کرده بودند. مردها پشت سر زنها سریع بالا رفتند و سانجیو پایین نردبان تنها ماند. بالای سرش قدمها روی سقف کوبیده میشد. اصلا نمیخواست به آنها بپیوندد. با خودش فکر کرد نکند سقف بریزد برای یک لحظه. منظره سقوط همه آن آدمهای عطر و اتکلون زده را پیش خودش مجسم کرد که روی هم میافتند و در هم گره میخورند. صدای جیغی شنید، بعد صدای انفجار خنده های گوشخراشی را. چیزی افتاد، چیز دیگری شکست. در همهمه و سر و صدا از صندوق ها حرف می زدن. صندوقی که به نظر می رسید می خواهند درش را باز کنند و برای همین محکم رویش کوبیدند. سانجیو فکر کرد شاید توینکل از او کمک بخواهد، اما هیچ کس صدایش نزد، محلش نگذاشتند. به راهرو و به پاگرد زیر پایش نگاهی انداخت. گیلاس‌های شامپاین، سمبوسه‌های نیم خورده و دستمال‌های آغشته به رژ لب هر گوشه و روی هر سطح صافی رها شده بود. کنار نردبان صندل‌های توینکل افتاده بود. سانجیو متوجه شد توینکل از شدت عجله و شتابی که برای بالا رفتن داشته آنها را از پا درآورده. صندل‌ها طرح چرمی داشتند، با پاشنه‌های مثل تی گلف. چوبی شبیه علامت تی که در بازی گلف گوی را روی آن می‌گذارند و مارک داخلشان براق و طلایی بود. آنها را جلوی در اتاق خواب گذاشت تا پای کسی هنگام پایین آمدن رویش سر نخورد. چیزی آهسته و قشقش کنان باز شد. همهمه‌ها به زمزمه و پچ‌پچ تبدیل شد. سانجیو به ذهنش خطور کرد که او مالک تمام خانه است. موسیقی تمام شده بود و اگر گوش تیز می کرد صدای مداوم و ملایم یخچالیا، خشخش آخرین برگ های درختان بیرون خانه و حتی تق تق برخورد شاخه ها به پنجره ها را هم می شنید. با یک ضربه می توانست نردبان را رها کند و به سقف برگرداند. آن وقت آنها هیچ راهی برای پایین آمدن نداشتند. با خونسردی به تمام کارهایی که می توانست بکند فکر کرد. می توانست تمام چیزهایی را که توینکل روی تاخچه شومینه گذاشته بود توی سطل آشغال بیاندازد. می توانست پوستر مسیح را با عصبانیت پاره کند و با چکش به جان مریم مقدس بیفتد. بعد هم برگردد و با خیال راحت بشقابها و فنجانها را جمع کند. یک بشقاب برنج داغ بخورد، برای خودش جین و تونیک بریزد و همونطور که به سیدی های جدید باخ گوش می دهد نوشته های پشت جلدش را بخواند تا لذت بیشتری از آنها ببرد. با آرنج آهسته به نردبان زد. نردبان محکم به زمین چسبیده بود. تکان دادنش احتیاج به کمی فشار و تقلا داشت. صدای فریاد توینکل از بالا شنیده می شد که اوه خدای من، یکی سیگار بهم بده. سانجیو حس کرد پشت گردنش منقبض شد. احساس سرگیجه کرد. باعث دراز میکشید. به طرف اتاق خواب رفت، اما وقتی چشمش به کفش‌های توینکل افتاد ایستاد. فکر کرد ممکن است روی آنها سر بخورد. برعکس همیشه، به جای اینکه از دیدن کفش‌های پاشنه بلند او عصبانی شود، از فکر اینکه او با آنها بی‌ثبات از پلکان مارپیچی خانه پایین برود و کف زمین را در طول مسیرش بخراشاند احساس لذت کرد. و ته دلش خوشی خاصی جوشید و وقتی توینکل را تصور کرد که ساعتی بعد به اتاق خواب می رود تا رژ لبش را تازه کند و اینکه بعد با عجله کتهای مهمانها را به آنها می دهد و سرانجام وقتی همه رفتند به طرف میز چوب گیلاس می رود و هدیه ها را باز می کند، این همان حسی بود که پیش از ازدواج هم داشت. در لحظات پس از گفتگوی تلفنیشان و یا بعد از رساندن توینکل به فرودگاه، در تمام آن لحظاتی که به او میاندیشید و به اینکه در کدام یک از هواپیماهای توی آسمان نشسته است، به او فکر میکرد. گفت سانج باورت نمیشه. توینکل پشتش به او بود. استخوان لخت کتفش عرق کرده بود و چیزی که در دست داشت هنوز دیده نمیشد. کسی پرسید توینکل بردیش پایین؟ گفت آره دیگه، بیاد پایین. حالا سانجیو میدید که توینکل دستش را دور چه چیزی حلقه کرده، یک نیمتنه نقره‌ای مسیح. سر مجسمه به راحتی 3 برابر سر خودش بود. موهای مجعد زیبایی روی استخوان کتف خوشتراشش ریخته بود و روی پیشانی پهنش تصویر کوچک شده در و دیوارها و آباژورهای اطراف منعکس میشد. چهرهش کاملا مطمئن و با اعتماد به نفس بود. گویی به معتقدینش اعتماد کامل داشت. لبهای محکم و سفتش پر و احساس برانگیز بودند. کلاه پردار نورا را روی سرش گذاشته بودند. سانجیو کمر توینکل را گرفت. کمکش کرد از نردبان پایین بیاید و وقتی پایین به زمین رسید و پایش روی زمین قرار داده شد، نیمتنه را از دستش گرفت. راحت 30 پوند وزن داشت. بقیه مهمان ها هم خسته از این جستجو آهسته پایین می آمدند و بعضی به طبقه پایین رفتند تا گلویی تازه کنند. توینکل نفسی کشید. ابروهایش را بالا انداخت و بشکن زد. گفت خیلی معذرت میخوام، اما به نظر تو اشکال نداره که روی تاقچه شومینه بگذاریمش؟ فقط برای همین امشب. میدانم که ازش متنفری. سانجیو از آن متنفر بود. از بزرگیش، از بی‌ترک بودنش، از سطح صاف و براقش، از ارزش انکار ناپذیرش، از اینکه در خانه او پیدا شده بود و به او تعلق داشت. برخلاف سایر چیزهایی که تا به حال پیدا کرده بودند، شکوه و ابهت و حتی زیبایی بیش از حدی داشت. اما تمام اینها نفرت سانجیو رو بیشتر میکرد، به خصوص چون میدانست توینکل از آن خیلی خوشش میآید. از فردا آن را میگذارم توی کتابخانه‌ام، قول میدهم. این را توینکل گفت. سانجیو مطمئن بود که توینکل هیچ وقت آن را به کتابخانه‌اش نخواهد برد و بقیه روزها هم آن را روی تاقچه بالای شومینه وسط بقیه اشیای مقدس نگه خواهد داشت و هر بار که میهمان داشته باشند با اشتیاق توضیح خواهد داد که چطور آن را پیدا کرده است و مهمانها هم او را تحسین و ستایش خواهند کرد. به گلبرگ‌های سرخ له شده زیر پای توینکل خیره شد و به گردنبند مروارید و یاقوت زیر گلویش و لاک سرخ و براق انگشتان پایش. با خود فکر کرد اینها جزو همان چیزهایی است که باعث شده توینکل در نظر پارابل یک تیکه جلوه کند. سرش از فشار جین درد میکرد و بازوهایش از وزن مجسمه سنگین شده بود. گفت کفشهایت را دم در اتاق خواب گذاشتم. گفت متشکرم، اما دارم از پا درد میمیرم. توینکل بازوی او را فشار مختصری داد و به طرف اتاق نشیمن رفت. سانجیو صورت بزرگ و نقره‌ای مسیح را به دنده هایش چسباند و همانطور که مراقب بود کلاه پردار نورا را از روی سر مجسمه بر ندارد و لیز نخورد، به طرف توینکل به راه افتاد. خب دوستان، این بود داستان این خانه متبرک. نویسنده بزرگ جومپا لاهیری. بسیار متشکرم از این که بیننده کانال ما هستین. لطف کنید ما رو سابسکرایب کنید، حتما اون زنگوله کنارش رو هم بزنید تا ویدیوهای بعدی اون براتون بیاد. از خانم جهومپا لاهیری کلی داستان دیگه توی کانالمون هست، اونها رو هم تماشا کنید و سپاسگزاریم از اینکه بیننده و شنونده کانال خودتون کتاب من هستید و لطف کنید اگر پیشنهادی دارید برای ما حتما توی کامنت ها بنویسید و اینکه کانال ما رو لطفا به دوستان کتابخونیتون و علاقه‌مند به کتابخونی حتما لطفا پیشنهاد کنید.